شنو این امروز بخیر دیتابیس اولین درس ما رو شروع میکنیم. البته استراکچر کیوری لنگویج یا SQL میخونیم. خب اگر در یک معرفی SQL داشته باشیم، SQL یک تایپ از ریلیشنال دیتابیس است که ریلیشنال دیتابیس یکی از انواع دیتابیس است که در دنیا خیلی طرفدار داره و یکی از دیتابیس های واقعا خیلی خوب است که ارتباط بین تیبل ها باعث توسط کلید ها برقرار میشه. خب SQL خودش در کل یک زبان برنامه نویسی کامل نیست و بخاطر از اینکه بتانه البته یک فانکشنالیتی یک زبان برنامه نویسی کامل داشته باشه یا اینکه بخاطر که بتانه یک برنامه کامل از خود البته داشته باشه، به خاطر زمان که ما میخواییم یک پروگرام بسازیم فقط از SQL میتونیم به خاطر ذخیره نمودن اطلاعات و دیتاهای خود استفاده کنیم، اما به خاطر از اینکه بتونیم به او اطلاعات خود دسترسی داشته باشیم و او را البته منیپولیت کنیم، تغییرات دیش ایجاد کنیم، اطلاعات جدید انسرت کنیم، از اون لحاظ باید ما از یکی از زبانهای برنامه نویسی دیگه استفاده کنیم مانند جاوا، سی شارپ، PHP اگر در بخش ویب کار میکنیم یا جاوا اسکریپت از این قبیل از این قسم زبان ها، یکی از زبان ها رو باید انتخاب کنیم تا اینکه یک برنامه کاملا ساخته بتانیم و زمان که ما انترفیس شد در یکی از زبان ها ساختیم و یک ارتباط بین دیتابیس ما و انترفیس برقرار کنیم توسط زبان، در اون صورت ما یک برنامه کاملا میتونیم بسازیم. خب همین کمندهای SQL ها میتونیم مستقیما در محیط کمند پرامپت کمپیوتر شما میتونیم که نوشته کنیم و از جد میتونیم که دیتابیس ایجاد کنیم یا ای که هر کار خواسته باشیم میتونیم دو جان نمیتیم. و SQL اگر در باری تاریخچه صحبت کنیم، اولین بار توسط شرکت IBM در سال 1970 در آخر سال 1970 بود البته که معرفی شد و نسخش که موفق بود البته و توسط سازمان استاندارد امریکا هم او نسخش قبول شد، اما اون نسخه بود که در سال 1986 تا 1989 عرضه شد، بعدش در سال 1992 ورژن دیگهش عرضه شد و به نام SQL 92 نامیده شد و در سال 1999 یکی از نسخه‌هایش و بازار عرضه شد که به نام SQL 1999 و SQL Theory هم برش میگفتن که بعض از خواص ویشه‌گرایی یا Object Oriented به او اضافه شد و همین قسم SQL 2003, 2006 و همچنان 2008 پی در پی در بازار عرضه شد و همین قسم پروسه تا حالا هم جریان داره که ورژن‌های جدید از امیز SQL به بازار سالانه عرضه بشه و هر سال که عرضه میشه از همون کسایی که یوزرهاش است البته فیدبک گرفته میشه و در حال توسعه و پیشرفت است و هر روز که تیر میشه هم از لحاظ سیکیورتی و هم از این لحاظ که کوشش میکنند که پروسه امی کماندهایش و دیگه مسائلش ساده تر بسازند تا اینکه یوزر بتونه که راحت تر این مسائل را یاد بگیره. خب کماندو SQL میتونه به دو بخش تقسیم شوه، یکی Data Definition Language است که عبارت از کماندوی است که مربوط به ساختار خود دیتابیس میشه، هدف از ساختار دیتابیسی است که ما هر کامندی که استفاده میکنیم در ساختن دیتابیس، ساختن تیبل ها و همین مسائل البته نقش داره، او را میتونیم که کماندوی ساختاری خود دیتابیس بگیم. مثلا دیتابیس میسازیم، دیتابیس استفاده میکنیم، تیبل میسازیم، تیبل را آلتر میکنیم یا ادیت میکنیم، چیزهای جدید برش اد میکنیم، کانسترینت اد میکنیم، همچنین مسائل تمام شد میتونیم که مربوط بخش دیتا دیفینیشن لنگویج بگویم که هست و به یک بخش دیگهش که دیتا منیپولیشن لنگویج است
که اون بخش هسته که مربوط دیتایمش سر کار ما فقط با دیتایست که داخل دیتابیس هست، یعنی با ساختار خود دیتابیس ما دیگه کار نداریم، فقط هدف ما کار کردن با دیتایی که داخل دیتابیس هست، هدف ما او هست. و باید اگر یک مثال از DML بزنیم، مثلا کیوری ها، جوین ها و این مسائل تمامش مربوط DML میشه. خب همو استیتمنتی که دیتابیس ایجاد میکنه به نام create database است، بعدش نام دیتابیس ها و ادامهش نوشته میکنیم، دیش پایین آوردیم create database name که یکی از بخش های DDL یا Data Definition Language است. البته پیش از اینکه ما تیبل ایجاد کنیم باید دیتابیس ایجاد کنیم و بعدش میتونیم که در داخل اون دیتابیس ما تیبل هایی را که خواسته باشیم ایجاد کنیم. و بخاطر از اینکه بتونیم یک دیتابیس استفاده کنیم، البته دیتابیس که ساختیم از کلمه کلیدی Use استفاده میکنیم. Use بعدش و تعقیبش نام دیتابیس را نوشته میکنیم و همون دیتابیس مورد استفاده قرار میگیره. بعدش اگه خواسته باشیم میتونیم تیبل ایجاد کنیم و یا هر اون کار که خواسته باشیم میتونیم انجام بدیم. خب به ادامه درس ما که Data Definition Language است، چند کمانده که خیلی مورد استفاده قرار میگیره اینجا در چارت آورده شده و باید تشریح این مسائل باید بفهمین. استیتمنت قرار است create database. خب اولیش به خاطر ساختن دیتابیس مورد استفاده قرار میگیره و یک دیتابیس جدید بر ما سرور میسازه. create table بر ما تیبل جدید میسازه. create index همین قسم index. alter table در صورت خواسته باشیم اما در ساختار تیبل خود تغییرات ایجاد کنیم و بعض چیزها رو تغییر بدیم، از alter table استفاده میکنیم تا که بتونیم ساختار تیبل های خود تغییرات بیاریم. alter index هم میتونیم که توسط از ایندکس تا در ایندکس ما تغییرات وارد کنیم. drop database دیتابیس ما رو دیلیت میکنه با تمام اطلاعات که در بینش موجود است. همچنان drop table یک تیبل رو دیلیت میکنه با تمام اطلاعاتش و drop index هم ایندکس از بین میبره. خب create table به خاطر ساختن تیبل مورد استفاده قرار میگیره و اگر بیسیک سینتکس شده ایجا در پایین ببینیم قسم است که در اول create تیبل نوشته میکنیم، بعدش با یک به تقریبش یک نام میتیم به تیبل خود. قسمت یک نام میتیم و تیبل خود، بعدش قوس شروع میکنیم، قوس شروع کنیم، بعدش نام و کالم، قسمت نام و کالم، دیتا تایپش و اگر کنسترین داشتیم کنسترین، اما قسم کاما مونده میشه و کالم بعدی دیتا تایپش و اگر کنسترین داشتیم کنسترین، اما قسم هرچقدر کالم داشته باشیم و تعقیب نوشته میکنیم. همچنان در اخیر هم میتونیم که کنسترینت را نوشته کنیم و کنسترینت خود همچنان نام بدیم و به تیبل خود معرفی کنیم و در اخیر قوس را بسته میکنیم و سیمکالان میمونیم، بعدش انتر میکنیم و در صورت کنم مشکل در سینتکس ما موجود نباشه دیتابیس ما ساخته بشه. البته کنسترینت یا قیود عبارت است که ما زیادتر مورد استفاده قرار میدیم در دیتابیس ما پرایمری کی است که مطمئن هستیم انشاءالله در گذشته با این موضوعات سرکار داشتیم و مفهومش هم میفهمین. بعدش نات نل است. خب اگر یک معرفی کوچک یا مختصر از پرایمری کی داشته باشیم، پرایمری کی فقط یک رو را یونیک میسازه، یعنی توسط پرایمری کی میتونیم که یک رو رو شناسایی کنیم و یک چیز کاملا یونیک است که یک عدد یا هر چیزی که است خیلی یونیک می باشه، خاطر که البته بتونیم یک رو مشخص
شناسایی کنیم و هیچ وقت تکرار نمیموشن. بعدش not null است. وقتی که constraint not null ما به یک کلام خود بدیم، در اون صورت یوزر مجبور است که دیتا 100% وارد کنه و زمانی که دیتا وارد نکنه اصلا برش ایرر داده میشه و باید به هر صورت وقتی constraint not null به یک کلام داده میشه باید به هر صورتش شوه در اون دیتا وارد شوه. و بعدش نل است. بای دیفالت وقتی که ما تیبل میسازیم و کالما رو میسازیم بای دیفالت و اگر کلمه کانسترین نل هم برش ندیم بای دیفالتش نل است، یعنی نل اجازه داره، یعنی یوزر اجازه داره که اگر نخواه ادیتار وارد نکنه. و بعدش یونیک است که یونیک هم اما یک کالم را مکمل البته یونیک میسازه، یعنی ویژه یا منحصر به فرد می سازه که یعنی تکرار یعنی عین نام یا عین عدد اجازه داده نمیشه که در اونجا وارد شود. و بعدش هم چک است. خب موضوع دیتا تایپ بعدا در ویدیوی بعدی مورد بحث قرار می دیم، فعلا بخاطر که یک اگه احساس از دیتابیس داشته باشین که کار کردش ها بفهمیم که چگونه کار کرد داره، فقط سریعا بر شما یک همی استیتمنت ها یا همو کمانده که خواندیم سریعا باش کار میکنیم تا یکی اشنایی پیدا کنیم. شما یوزر ویندوز هستین پس برید لامپتانه ببخشید زامپتانه استارت کنین همه اسکویل و همه خواستین اپچی رو استارت کنین تا بتانین که از کمانده همه اسکویل استفاده کنین. ما اگر از لینکس استفاده میکنیم پس از کمانده sudo opt lamp تا وستی کمان ما میتونیم که استارت کنیم MySQL سرور خدا و همچنان اپاچی. خب بخاطر که ما با MariaDB اصل شدیم تا وقتی که در اونجا بتونیم کمانده دیتابیس را با هم استفاده قرار بدیم داخل فولدر OPT میشیم، بعدش فولدر لام، بعدش داخل فولدر بن قسمت سی دی بن شدیم داخل فولدر بن، بعدش نقطه داش MySQL داش یو یوزر نیم یوزر هر یوزر کس بای دیفالت اگر شما یوزر نداده باشین یوزر نیم شما روت می باشه و روت نوشته کنین اوتومات داخل دیتابیس میشین و اگر و با دیفالت پاسورد نمی داشته باشه و اگر پاسورد دارین داش پی بزنین و از شما پاسورد می خواهیم پاسورد وارد کنیم و داخل MariaDB هستیم. اولین کماندی که باید متوجه شوین show database داخلش سیم کالن بمونیم. درست show database می داریم که database هایی که داخل همون کمپیوتر ما ساخته شده دسترسی پیدا کنیم و ببینیم که کدام دیتابیس ها فعلا در کمپیوتر ما ساخته شده. بعدش کمند بعدی که بعد قبلا دیدیم create database بود که اولین کار که ما میکنیم create میکنیم یک دیتابیس ها. خب drop دیتابیس که قبلا یک دیتابیس به نام حکیم سرایی جور کردیم بخاطر که میخواییم رو به تحصیل کنیم drop دیتابیس بعدش نامش حکیم سرایی
pak dvora, všude to víš, všude to víš. ببینیم که برنامه کیم سرهی دیگه دیتابیس نیست. حالا بخواییم دوباره همون دیتابیس ایجاد کنیم، میگیم create دیتابیس، بعدش نام دیتابیس رو نوشته میگیم بکیم سنوی. حالا دوباره شو میکنیم شو دیتابیس، شو دیتابیس. ببینیم که برنامه کیم سنوی یک دیتابیس ساخته شد، به خاطر که بتونیم البته داخل دیتابیس ما تیبل ایجاد کنیم و منیپولیت کنیم دیتابیس ها، پس از کلمه کلیدی یوز استفاده کنیم. یوز بعدش نام دیتابیس کیم سانوی دیتابیس چنجد. حالا میبینید یک قسمت نام دیتابیس موجود است که نشان میده که ما داخل دیتابیس هستیم سانوی استیم. خب میگیم شو ببینیم که یک تیبل موجود بیست، به خاطر که بتانیم یک تیبل بسازیم در قسمت در سلاید برتون ساختارش را تشریح کرده بودم. کلمه کلیک create table بعدش نام تیبل، مثلا student. حالا نام استیدی، نام کالم رو استیدی آیدی، بعدش دیتا تایپش که دیتا تایپ در ویدیو بعدی و خیر مورد مطالعه قرار میدیم استیدی آیدی، مثلا انت کانسترینت اگر بخواییم برش بتیم امیجا هم میتونیم کانسترینت بتیم، مثلا پرایمری کی. پرایمری کی چرا میشه که تو اینکریمنت هم برش بتیم، اوتو اینکریمنت زمان که برش بتیم اوتومات یک یک ولیو اضافه شده میره وقتی که رو جدید ایجاد میشه، و اگر خواسته باشیم میتونیم که نمبر شو تعیین کنیم که اوتو اینکریمنت البته از کدام نمبر رو شو و قسم یک دو اضافه شده بره. خب بعدش کاما میمونیم و نام کالم دیگه خود هم میتیم، مثلا نیم یا استیدی نیم یا هدف شدم نام شاگرده از که ملکه استفاده میگنیم استیدی نیم ورچار ورچار سی. بعدش هم باید فرضم last name ایرم برچار دردی داخل قوس بسته میکنیم و کلما میمانیم تا کستیتون ما تکمیل شد. ببینیم که کلا مشکل نبود و تیبل ما ساخته شد، خطر که بتانیم ببینیم که های تیبل ساخته شده یا نه از کمند شو استفاده میکنیم. ببینیم که یک تیبل به نام student ساخته شده اینجا، به خاطر که بتانیم ساختاری تیبل ببینیم از کلمه کلیدی describe یا مخفف disk میتونیم استفاده کنیم describe، بعدش نام تیبل student. بر ما ساختار تیبل ما رو تشریح میکنه، تمام کالمایش دیتا تایپش و کانسترینت اگه داشته باشه بر ما نشان میده اینجا. خب بخاطر از اینکه ببینیم که داخلش ولیو هست یا نه سلکت میکنیم سلکت ستار فرام ستیرنت امتی ست، چون که تیبل ما خالی است و تا هنوز ما دیتا داخلش انزرت نکردیم. خب فقط خواستم شما را با کار کرده و کمندهایی که مربوط به بخش دیتابیس میشه آشنا بسازم، و اگر شما یوزر ویندوز هستین و نمیفهمید که چگونه میتونید داخل موریدی بشوید، پس ما معلوماتش که شما چگونه میتونید داخل موریدی بشوید که بتونید
Ρωτάμες μουχή και καμανόιν ότι το βίστη σε σύπαιδο κρίν μορμότσα μαρχαλά με μαρχαλά τα κσμάτ κόμμεντ πέρσιμο ράχνουμε οι μικρόμ και μπότα μόσο εζούσιμο με μουσκλτάνε τσόλο κόμμελαν ράχαμεσα. Δε βίτιο είπαιδι بخش دیتا تایپ رو میخوانیم و این قسم ادامه میدیم و بخش دیتا بیس هم و خیر خلاص میکنیم. خب به صورت که شما علاقه مند برنامه نویسی و بخش دیتا بیس هستیم پس لطفا چینل یوتیوب رو سبسکرایب کنین، از جا میتونین دیگه ویدیوها رو همشون ببینین و به صورت که کدام نظریه یا انتقاد و پیشنهاد داشته باشین میتونین که در کامنت با ما بگذارین یا همچنان بر میتونین که ایمیل کنین. خب بسیار زیاد تشکر بر فعلا وقت خوب و خوش بر همتان میخواهم. انشاءالله در ویدیوی بعدی موضوع دیتا تایپ مورد بحث قرار میتونم.